نوید ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر. حال و احوالتون که خوبه؟ قصه ظهر جمعه. در زمانهای قدیم در شهری و دیاری استادی مکتبخونه‌ای برپا کرده بود و به کار تدریس و تربیت دانش آموزان می پرداخت. در اون شهر هیچ مکتبخونه دیگه‌ای نبود. به همین سبب بچه‌های زیادی در محضر درس استاد حاضر می‌شدند تا در راه کسب دانش بکوشن و چیزی بیاموزن. و اما این جناب استاد بسیار سختگیر بود و تمام روز رو به تدریس می‌گذروند. بچه‌ها به مکتبخونه که می‌رسیدن لحظه‌ای استراحت و آرامش نداشتند. اونها نه زنگ تفریحی داشتن و نه روز تعطیلی. هر چه بود درس بود و سختگیری و تنبیه و چوب و فلک. مدتی که از این حکایت گذشت بچه ها طاقت از کف دادن و به ستوه اومدن. اونها که حالا استاد رو چون دشمن خودشون می دیدن خدا خدا می کردن که استاد روزی بیمار بشه و در بستر بیفته تا اونها نفس راحتی بکشن و استراحتی کنن. ولی عزیزان، بچه ها هر چه صبر کردن از بیماری و رنجوری استاد خبری نشد و او هر روز سالمتر و بانشادتر از روز پیش در مکتب خونه حاضر می شد. بچه ها که چنین دیدن نشستن و شور و مشورت کردن و تصمیم گرفتن خودشون استاد رو به بستر بیماری بندازن تا از دستش راحت بشه. البته این هم پیشنهاد یکی از شاگردان زیرک و کارکشته مکتب خونه بود. بله، او به بچه ها گفت دوستان یادتون باشه فردا که به محضر استاد رسیدیم بعد از سلام به جای حال و احوال پرسی هر روزه بگیم بلا دوره، چی شده استاد، چرا رنگتون پریده و سر حال نیستید، نکنه ناخوشید، بد نباشه انشالله، و از این جور حرفا که معمولا به بیمار میگن. همه بچه ها حرف اون کودک زیرک رو پذیرفتن و قرار گذاشتن از این قول و قرار پنهونی با هیچ کس سخنی نگه. القصه دوستان، فردا بچه ها به مکتب خونه رفتن و منتظر استاد در صف ایستادن. دقایقی که گذشت و استاد از راه رسید یکی از بچه ها جلو رفت و پس از سلام گفت استاد بلا دوره، چرا رنگتون پریده، مگه تب دارید؟ استاد چینی به پیشونی انداخت و به کودک گفت چی میگی پسر، برو بشین، من خیلی هم سالم و سرحالم. در این وقت دانش آموز دیگه از راه رسید و حرفهایی از همین قبیل به زبون آورد. استاد با شنیدن این سخن یکی خورد، اما به روی خودش نیاورد. ولی وقتی دانش آموز سوم و چهارم و بیستم و سیوم از برابرش گذشتن و حرفهای بقیه رو تکرار کردن، استاد به تندرستی خودش شک کرد و پریشون حال شد. همچنین تا وهم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت. تکرارها و تلقینهای کودکان خیال و ترس شگفتی در استاد به وجود آورد، به طوری که همون دم مکتب رو تعطیل کرد و لنگ لنگون و مثل بیماران به سوی خونش براه افتاد. در خونه استاد به زنش تندخویی کرد و بهش گفت آخه تو چه زن بیمهری هستی؟ اصلاً به روی خودت نمیاری که من بیمارم و رنگ به رخسار ندارم؟ زن با شگفتی گفت گمون میکنم تو اسیر خیالات شدی، چون به نظر من هیچ بیماری و رنجی در تو نیست. استاد ناله کنان گفت ای زن، چرا با من لجبازی میکنی؟ مگه چهره زرد و رنجور منو نمیبینی؟ اگه چشمای تو کم فروغه من چه گناهی دارم؟ زن سری جنبوند و گفت چی میگی مرد؟
اگه حرف منو باور نداری بذار آینه بیارم تا به رخسار خودت نگاه کنی و بدونی که راست میگم. استاد با تنگ حوصلگی گفت از این حرفا بگذر، سرم خیلی سنگینه، رخت خواب پهن کن تا در اون استراحت کنه. زن که هنوز بیماری شوهر رو باور نداشت ایستاد و با شگفتی به او خیره شد، ولی استاد فریاد زد زود باش رخت خوابم و بنداز ای دشمن جونم. زن بینوا به ناچار رخت خواب آورد و استاد به درون اون خزید و شروع به آه و ناله کرد. اما عزیزان یکی دو روز گذشت و استاد همچنان در بستر بود. او که دید اگه وضع به همین ترتیب ادامه پیدا کنه در مکتب خونش بسته میشه و از مقرری ماهانه خبری نخواهد بود و کسب و کارش تعطیل میشه، از بچه ها خواست که به خونش بیان و او همونطور که در بستر خوابیده بهشون درس بده. و اما از اونجایی که خونه استاد کوچیک بود، دانش آموزان به خلاف مکتب خونه که می نشستن در اونجا مجبور بودن تمام وقت بایستن و به حرفای استاد گوش بدن. این بود که اونها دیدن بدترشون شده و از چاله تو چا افتادن و باید چاره‌ای برای این کار پیدا کنه. اونها باز هم روزی به مشورت نشستن و چشم به دهان کودک زیرک دوختن و از او یاری خواستن. کودک زیرک گفت چاره کار آسونه، باید موقع درس خوندن صداتونو بلند کنید. الغرض بچه ها پیش استاد رفتن و به همون صورت که کودک زیرک گفته بود عمل کردن. اما وقتی صدای بچه ها به هوا رفت کودک زیرک گفت آروم باشید، مگه شما نمیدونید سر و صدای ما سبب شدت گرفتن سردرد و بیماری استاد میشه؟ بله عزیزان، و همین سخن باز توهم بیماری استاد رو بیشتر کرد و سبب تشویش خاطر او شد، طوری که گفت این کودک درست میگه، زود بلند شید و از اینجا برید که درد سرم زیاد شد. بچه ها هم از خدا خواسته پا شدن و به طرف خونه هاشون رفتن. با رفتن بچه ها به خونه هاشون و پرسجوی خونواده های عده‌ای از اونها از اوضاع و احوال مکتب خونه، خبر بیماری استاد به همه رسید. پس بامداد فردا عده‌ای از مادرای بچه ها به عیادت استاد اومدن و او رو دیدن که در هوای دلپذیر چند لحاف سنگین و بزرگ رو خودش انداخته و در حالی که عرق از چهار ستون بدنش روونه ناله میکنه و میلرزه. زنها در حالی که از دیدن حال نزار استاد گریه و زاری میکردن پرسیدن ای استاد کی این بیماری به سراغ شما اومد؟ آخه ما اصلا اطلاع نداشتیم. استاد ناله کنن گفت راستش من خودم هم از بیماری خودم با خبر نبودم. به قدری اشتغال به کار و تدریس منو غافل کرده بود که نمیفهمیدم در درونم چی میگذره. خوب شد کودکان یادآوری کردن و به هم فهموندن که بیمارم. موسیقی